برخی از تحلیلگران و مفسرین سیاسی میگویند از زمانی که واشنگتن تأسیس دفتر حفاظت از منافع در تهران را مطرح کرد، مسئله گفتگو و مناسبات با ایران بیشتر مطرح شد. تصمیم در مورد تأسیس این دفتر با توجه به تغییر دولت در امریکا به کابینه رئیس جمهوری جدید محول شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب امریکا، مذاکرات مستقیم با ایران را مطرح کرده است، اما تاکید می‌کند که نمی‌تواند ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را بپذیرد. با اینکه نشانه‌هایی از سوی رژیم ایران مبنی بر تمایل به گفتگو با امریکا مشاهده می‌شود، در این حال نیز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که تغییر دولت در امریکا به معنای تغییر دیدگاه ایران نسبت به آن کشور نیست. در ارتباط با واکنش ایران نسبت به این تحولات گفتگوی انجام داده ام با پروفسور یروند آبراهامیان، کارشناس برجسته مسائل ایران و خاورمیانه، مؤلف چندین کتاب درباره ایران و رئیس دانشکده تاریخ در دانشگاه باروخ در نیویورک. ابتدا از پروفسور آبراهامیان درباره سیاست ایران در قبال امریکا سوال میکنم که این سیاست در واقع چیست؟ I think they're also in a dilemma. They're trying to figure out a policy, but very much they have to wait to see what the policy is from Washington. آنها نیز در یک وضع نامعلومی به سر میبرند و باید ببینند که سیاست آمریکا در قبال ایران چه خواهد بود. باراک اوباما رسما گفته است که خواستار گفتگو با ایران است. گفتگو نه از طریق اروپاییان، بلکه مذاکرات مستقیم با ایران که این خود تغییری نسبت به سالهای گذشته محسوب می شود. هنوز البته روشن نیست واشنگتن خواستار پیش شرط برای این مذاکرات باشد یا نه. هنگامی که این مسائل روشن شد، ایران نیز سیاست خود را روشن خواهد کرد. البته اختلافاتی در میان مقامات ایرانی در مورد مذاکره با آمریکا وجود دارد. I think it's becoming clearer that what there is of course the new administration is much more willing to negotiate. میگویم اوباما قصد و نیت امریکا برای مذاکره با ایران را اعلام کرده است، اما در عین حال تاکید کرده است که نمیتواند یک ایران مجهز به تسلیحات هسته‌ای را بپذیرد. I think we need to ratchet up tough but direct diplomacy with Iran, making very clear to them that their development of nuclear weapons would be unacceptable. Previously, I think the stress was that Iran should not have a nuclear program because that such a nuclear program could become a nuclear weapons program. پیشتر تاکید بر این بود که ایران نباید دارای یک برنامه هسته‌ای باشد، زیرا این برنامه می‌تواند نهایتاً به یک برنامه تسلیحات هسته‌ای منجر شود و این شرط به هر حال عملی نبود، زیرا فکر نمی‌کنم طرف ایرانی حاضر به مذاکره در این زمینه باشد. نگرانی اوباما یک ایران دارای برنامه هسته‌ای نیست، اما نگرانی او از یک برنامه هسته‌ای است که می‌تواند به برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای تبدیل شود. پروفسور آبراهامیان می‌گوید این تغییر و نکته ظریف و تأکید بر این مسئله می‌تواند موقعیت بهتری برای مذاکره را فراهم کند، زیرا اگر ایران حاضر به ارائه تضمین‌های روشن و قابل بررسی باشد که برنامه هسته‌ایش در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای پیش نمی‌رود، آنگاه این زمینه‌ای برای مصالحه خواهد بود. یعنی ایران می‌تواند به برنامه و فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه دهد و سوی دیگر امریکا اطمینان حاصل کند که ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. پروفسور آبراهامیان می‌گوید امیدوارم دولت جدید اوباما در این مسیر گام بردارد. Professor, the regime in Iran has pursued its anti-American rhetoric and policy. از پروفسور آبراهامیان سوال می‌کنم که در صورت فراهم شدن زمینه مذاکرات با امریکا، ایران که همواره سیاست‌های ضد امریکایی و شعارهای ضد امریکایی را به کار برده، در داخل کشور در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟ تا این چند ساله رژیم همواره گفته است که مخالف چنین اقدامی بوده. پروفسور آبراهامیان میگوید فکر نمی‌کنم این تأثیر چندانی داشته باشد، زیرا رژیم همواره گفته است که هدف برنامه هسته‌ای آن کشور سلاح‌های هسته‌ای نیست و این برنامه هسته‌ای ایران است که به عنوان یک غرور ملی جلوه داده شده، نه ساخت بمب اتم. درباره زمان این تماس‌ها سوال می‌کنم.
table even before the Iranian elections. امیدوارم دولت جدید سریعاً دست به کار شود و تا انتخابات آتی در ایران منتظر نماند، زیرا در آن صورت ممکن است درگیر سیاست بازی‌های داخلی در ایران شود. و با اینکه رئیس جمهوری منتخب آمریکا با چالش‌های بسیاری در سیاست خارجی مواجه است، اما مسئله ایران یکی از مسائل مورد توجه اوست. میگویم در اینجا سؤال همیشگی در مورد وضعیت مخالفین و آزاداندیشان داخل ایران مطرح می شود و آن این است که در صورت گفتگو با ایران و تضمین بقای رژیم، آنها در چه موقعیتی قرار می گیرند و وضع آزادی ها چه می شود؟ It shouldn't not affect them because I think that the dynamics of the internal politics. فکر نمی کنم تأثیری بر روی این مسئله بگذارد. مسائلی نظیر مشکلات زنان، اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، مسائلی جداگانه است و به نظر من رئیس جمهوری آمریکا نباید در آنها دخالت داشته باشد. فکر می کنم اگر فشار کمتری از خارج بر امنیت ملی ایران وارد شود و بیم از این فشارها کاسته شود، موقعیت بهتر و بیشتری برای فضای باز سیاسی ایجاد می شود و دیگر رژیم نمی تواند مردم را بی جهت به زندان بیاندازد و ادعا کند که آنها با آمریکا ارتباط دارند و یا خواستار براندازی هستند. درباره نقش منطقه ایران، پروفسور آبراهامیان میگوید ایران نقش مهمی در منطقه خلیج فارس دارد. Well, I think Iran is very important in the Gulf area and for stability there. برای تضمین امنیت آن منطقه فکر می‌کنم آمریکا باید ایران را در سازمان‌های منطقه‌ای امنیتی در آن بخش از جهان شرکت دهد. البته به نظر من نباید ایران را در مسائل مربوط به صلح اسرائیل و فلسطین دخالت داد. در واشنگتن گفته می‌شود که ایران می‌تواند موجب بی‌ثباتی مذاکرات صلح شود، اما به نظر من ایران نفوذ کافی در این زمینه ندارد و مسئله صلح باید بین فلسطینیان و اسرائیلیان و با فشار و حضور آمریکا حل و فصل شود و ایران در واقع یک نظاره‌گر این جریان است، اما در موقعیتی نیست که آن را به خطر بیاندازد و یا در تسریع این روند مؤثر واقع شود. و حتی در زمینه نفوذ ایران بر حزب الله نیز من فکر می‌کنم که در این زمینه بیش از حد غلو شده است.